اکثر بیماری های قارچی و باکتریایی که توتیسانان خونگی بهش مبتلا میشن به خاطر آبخوری نامناسب، آب نامناسب و حتی میگم آب ناسالم، نه آب نامناسب، چون ممکنه آب تو سالم باشه اما به درستی در اختیار پرنده نذارین و باعث کلی مشکلات بشه. امروز با من باش که تقریبا میخوام 70-80% بیماری های توتیسانان رو از پرنده تون دور کنم. سلام بچه ها، علی رضا جوادزاده هستم و خوش اومدید مثل همیشه به آکادمی کاپروت. خب در مورد آب صحبت که بسیار است. میگم آب ناسالم باعث قارچ، بیماری های باکتریایی و از همه مهمترین که آب شهری که ما استفاده میکنیم کلن درست درمون نیست. تو ایران آب شهری همون بعضی شهرها خیلی خوبه ها، ولی در کل همون هم آلودگی دارن. درسته از لحاظ املاح واقعا آبای غنی داریم، اما در کل باید شما یک سری کارها انجام بدین وقتی که میخواین آبو در اختیار پرندتون بذارید، برای اینکه جلوگیری کنید از بیشتر بیماریهایی که پرندگان بهش مبتلا میشن. اما شما به عنوان کسی که توتی دارین و یا حتی پرورش دهنده هستین، باید یه سری کارها انجام بدین قبل از که آبو در اختیار توتیتون بذارید و حتی بعد از که آبو در اختیار توتیتون گذاشتید. اما قبل از که بریم سراغ این ویدیو کامل واسهتون در مورد آب مناسب توتیسانان توضیح بدم، اگر از کانال من خوشت میاد حتما لایک کن و سابسکرایب کن که چنل منو داشته باشی و سوالی هم داری توی کامنت بنویس. شک نکن که جواب میدم، میدونم بعد قولم، اما سعی میکنم که همه سوالاتتون رو تا جایی که میتونم جواب بدم، نه همه رو که جواب میدم، شوخی کردم، همه رو جواب میدم، ولی شاید یه کمی یکی دو روز سه روز این ور بشه. خدایا یه ادمین خوب به ما برسون سوالا رو بتونه جواب بده. خب بریم سر اصل مطلب. بچه ها ببینید، آبخوری، من از آبخوری شروع میکنم. آبخوریتونو باید شما روزی دو بار عوض کنی. این یکی، این که آبی که واسه پرندت میذاری یه بار صبح میذاری، بعد از این که غذای نرم سالاد در اختیار توتیتون قرار دادی دوباره آبش عوض میکنی، چون اکثر توتی عادت دارن که مثلا پلت، سالاد، تخمه یا هر چیزی که واسه شون میذاری، میوه، سبزیجات، هر چی میذاری و میرن میزنن توی آب. و اگر این مشکل توتی داره نگران نباش، همه توتی اینجوریان و این از هوش بالاشونه، اصلا اینجوری بیشتر دوست دارن، حال میکنن. ولی خب این باعث میشه که آب آلوده بشه. این کارو توی طبیعت انجام میدن، توی آب جاری، اما اینجا چیکار میکنن؟ خب اینجا میان توی این میزنن و باعث میشه این آب آلوده بشه، قارچ، باکتری، همه چی. اون میوه خب گند میزنه دیگه، اصلا درست نیستش. بنابراین بعد از یه بار صبح آب میذاری، یه بار بعد از اینکه سالادو گذاشتی، یعنی مثلا اگه شما ساعت 7 صبح آب گذاشتی، ساعت 2 ظهر واسش سالاد گذاشتی، غذای نرم گذاشتی، بعد از اون هم واسش آبش رو عوض میکنی. بعد از اینکه سالادو جمع کردی، سالادو جمع میکنی، آب جدید میذاری و نظافت آبخوری هر سری بشورید مشتی. این قسمت آبخوری میگم، این تهاش زیاد اتفاق نمیفته، چون آب اینجوری تا اینجا قرار میگیره. وقتی برمیگردونی اینجاها جلبک نمیزنه، بیشتر این قسمت ها و این قسمت آبخوریش، یعنی این قسمت این تیکه که میاد بیرون به قول معروف جلبک میزنه و کلا آلودگی اینجا جمع میشن. اینجا رو حتما با یه مسواک برای آبخوری پرندتون بگیرید، قشنگ تمیز کنید. یه چیزایی هم هست شیشه شورای بچه هستش، قشنگ با اون توشو تمیز کنید. از جرمی سایت حتما استفاده کنید واسه ضد عفونی کردن آبخوریاتون. هفته یه بار دو بار این کارو انجام بدین که خب یه ویدیو جداگونه ساختم در مورد جرمی سایت و کلا مواد ضد عفونی مخصوص پرندگان. و اگر از این آبخوری استفاده نمی کنید و از اون آبخوری های کاسه ای واسه توتیتون استفاده می کنید، از اون استفاده دیگه نکنید و همیشه از این آبخوری استفاده کنید. چون اون آبخوری چیه؟ آبخوری رو میذاری، مطمئن باش توتیت میره تو شیرجه میزنه، شنا میکنه، آب آلوده میکنه. اونو فقط واسه مثلا آبتنی دادن به توتیتون استفاده کنید، چون اون آب به هر حال بعد از که پرندتون آبتنی میکنه آلودگی زیادی جذب میکنه و کلن مناسب نیست. اما چه آبی بریزیم توی این؟ ببینید آبی که پیهچش پایینه، یعنی به سمت اسیدیه، کلن بهتره، چون هم محیط رشد قارچ نیست، هم یعنی قارچ خوب رشد نمیکنه، هم خیلی از باکتری ها توش زنده نمیمونه. بنابراین سعی کنید آب با پیهچ پایین استفاده کنید. چطور پیهچ آبو بیاریم پایین؟ خب میتونید سرکه سیب استفاده کنید، خیلی کم. در کل سرکه سیب خوب با هفته یک بار مثلا واسه توتیتون استفاده کنید، فوق العاده است، واسه کلا سیستم گوارشیش عالیه.
ولی در کل پیچ آبتون سعی کنید زیاد بالا نباشه، یعنی به سمت قلیایی نباشه، پیچ پایین باشه، که خب میتونید با پیچ سنج ساده آب مثلا شرایطتون رو پیچش رو بگیرید، زیر 7 باشه دیگه، مثلا 6.5 باشه یا حتی خود 7 هم خوبه ولی بالاتر نباشه. اما اگر از آب شهری استفاده میکنید حتما آبو بجوشونید، چون آب شهری میگم آلودگی ها و میکروارگانیسم های زنده زیادی داره که توتیایی که توتیای طبیعتا خب وقف پیدا میکنن و کلا شرایط فرق میکنه، اونجا انواع آنتیبادی وارد بدن توتی میشه، نمیتونیم بگیم آقا پس توی مثلا طبیعت که اینا نمیرن آبو بجوشونن، درسته توی طبیعت هم خیلی آنتیبادی هستش که وارد بدن توتی میشه، بدن توتی کلا مقاوم تره و شما باید بدن توتی تو مقاوم نگه داری با تغذیه سالم با مولتی ویتامینایی که باید دوره این مصرف کنی واسه توتیت که از لحاظ ویتامین و سیستم ایمنی مشتی باشه. اما در کل آبو بجوشونید یا از آب تصفیه استفاده کنید، از این آب معدنی استفاده نکنید، از این آبای بطری استفاده نکنید، آب تصفیه. بعضی از شهرها مثلا سمت خود من که من بچه خوزستانم، زمانی که خوزستان بودیم آب تصفیه کن داشتیم، همیشه زیر سینک ظرفشوییمون آب تصفیه کن داشتیم و این آب تصفیه خب یه سری املاح خودش وارد میکنه، خیلی خوبه. اما این آب تصفیه یه ایراد خیلی 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 بزرگ داره، یه چیزی نداره که توی آب شهری داریم، املاح، مواد معدنی، مینرال ها توی آب شهری به وفور یافت میشه و خوبه، اما واسه آب تصفیه نداریم. بنابراین آب تصفیه عالیه اما مینرال نداره، پس باید شما مینرال رو به آب اضافه کنید، هفته دو بار یا سه بار، دو بار فکر می‌کنم آره دیگه دو بار کافیه، چون تغذیه‌تون اگه ردیف باشه، تغذیه‌ای که من اگه توی ویدیوها توضیح میدم انجام بدین، رو مثلا هفته دو بار شما مینرال اضافه کنید، مثل مینرال ایکس، داروهای مخصوص مکمل‌های مینرالیه، مینرال ایکس اضافه کنید به آبتون، دیگه از اون لحاظ هم تکمیل میشه. و خدمت عرضم که همین دیگه، پس آب و روزی دو بار عوض میکنی، یه بار یعنی اول روزت، یه بار بعد از سالاد، و حتی اگر سه بارم عوض کنی عالیه، کلا نذار آب کثیف بمونه، تا دیدی کثیف عوضش کن. بعضی توتی اصلا میبینی همه چیو میرن تو آب میذارن، حتی میبینی فضله میکنن توی آب، و از اون کاسه هم استفاده نکنید. یادتون باشه که مواظب پرنده هاتون باشین، لایک هم بکنید، سابسکرایب هم بکنید، سوالی هم دارین توی کامنت بنویسید، چنل تلگراممون هم هست واسه خرید دارو و مکمل و پرنده های با کیفیت. ممنون که تا اینجا همراه من بودید، بدرود.